سلام بچه ها حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از ترجمه سوالات گواهی آلمانی امیدوارم هر جای کسی تنتون سالم باشه تو این قسمت سوالات 641 تا 666 رو براتون ترجمه میکنم که سوالات قسمت فیکست هست و ویدیوی بعدی میریم سراغ سوالات اونویل شد اگه از محتوای ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید خب بریم سراغ سوالاتمون. 641 Wie verhalten Sie sich auf einer Autobahn bei diesem Verkehrszeichen? Was die dann in Tabelle der Autobahn? Ce gonner aufdarmi Be Tabelle dekat konit Tabelle ist Tauhas, jeni yani Raabbandon. Ja Aufmerksamkeit erhöhen, Vorsorglich Abstand vergrößern. توجه رو بیشتر میکنیم از روی احتیاط فاصله رو بزرگتر میکنیم این درسته وقتی این تابلو رو میبینید یعنی که احتمال اشتاو اینجا زیاد هست جواب دوم با اشتاو ابغمزن اون وام بلینکلیخت هنگام راه بندان سرعت رو کاهش میدیم و چراغ خطر رو روشن میکنیم این هم درسته وقتی شما می میبینید ماشینا همه توقف کردن و میدونید که اونجا راه بندان شده دیگه سریع سرعتتون رو کم میکنید و این ورم بلینک رو روشن میکنید که عقبیا بفهمن که اونجا اشتاو هست و سرعتشون رو بتونن به موقع کم کنن جواب آخرمون با اشتاو اوف زایتن شتریفن وکسلن و دورت ویترفارن هنگام راهبندان میریم توی لاین کنار جاده و اونجا به رانندگی ادامه میدیم این اشتباهه هیچ موقع این اجازه رو ندارید 642 ویم bei diesem Verkehrszeichen verhalten. با دیدن این تابلو ترافیکی چگونه باید رفتار کنید؟ این تابلو کروه هست به سمت چپ یعنی پیچ به سمت چپ. جواب اول گشوندیکت فور کروه فمندن. سرعت رو قبل از رسیدن به پیچ کاهش میدیم. این درسته. جواب دوم مکلیست وید رخت فارن. در صورت امکان تا حد زیادی به سمت راست رانندگی میکنیم این هم درسته چون به سمت چپ بخواید رانندگی کنید ممکنه روی لاین سمت چپی برد و از روبروتون روتون ترافیک مقابل بیاد برای همین سعی کنید خودتون رو کمی به سمت راست بگیرید جواب آخرمون فورد در لینکس بلینکن قبل از پیچ راهنمای سمت چپ رو میزنیم این اشتباهه شما سر پیچ نیازی به راهنما زدن ندارید مگر اینکه اینجا روبروتونم یه خیابونی باشه که اون موقع دیگه این جزء پیچ حساب نمیشه اون موقع میشه تقریبا سراح یا چهار را ولی وقتی فقط پیچ هست هیچ خیابون دیگه ای نیست دیگه شما نیازی به بلنکه نداری 643 وی فهلتن زی زیخ ام بغیخ که گفاشت خکه در محدوده این مسیر خطرناک چگونه رفتار میکنید تابلو را اگه دقت کنید ببینید یعنی بهتون اختار میده که اینجا عبور مرور حیوانات وحشی زیاده باید احتیاط کنید جواب اول ابلندن اون بغمزن ون وقتی حیوان وحشی توی دید اومد چراغ نور پایین رو روشن میکنیم و ترمز میگیریم این درسته شما اگه توی خیابان بیرون شهری هستید حالا اینا اکثران توی خیابان بیرون شهری از خیابون رد میشن از جاده رد میشن اگه نور بالا داشتید سری بزنید نور پایین چون وقتی نور بالا باشه اینا وسط خیابون وای میستن و به چراغاتون نگاه میکنن باید چراغ نور پایین بزنید و ترمز کنید نیشت فور ویلد ون در گفیرد وقتی که ترافیک مقابل میتونه به خطر بیفته از حیوان وحشی جاخالی نمیدیم یعنی زمانی که میدونید با جاخالی دادن از اون حیوان میتونه ترافیک مقابل به خطر بیفته نباید جاخالی بدید این درسته اینا لنگزم فاقن اوف ولد آهسته تر رانندگی میکنیم به حیوانات وحشی توجه میکنیم یعنی حواسمون رو جمع میکنیم جمع میگیریم که اگه یه وقتی حیوانی خاص از جاده عبور کنه بتونیم به موقع عکس عمل نشون بدیم اینم درسته 644 müssen Sie sich هنگام دیدن این تابلو ترافیکی به چه چیزی باید توجه کنید؟ این تابلو داره به شما میگه که اینجا احتمال اینکه باد شدید اینجا به زیاده برای همین باید احتیاط کنید حالا جوابشون به این شکل اوف لنکن به فرمان دادن در جهت خلاف یعنی وقتی باد از سمت راست به شما میخوره شما باید به سمت راست و در جهت خلاف باد فرمان بدید چون وقتی باد از راست به شما میخوره شما رو به سمت چپ فشار میده پس باید در جهت خلاف باد فرمان بدید برای همین میگن گیگن لینکن این درسته چون سوال گفته هنگام دیدن این تابلو ترافیکی به چه چیزی باید توجه کنی جواب اول میگه به فرمان دادن در جهت خلاف یعنی ممکنه اونجا مجبور بشید فرمان جهت خلاف فرمان بدید جواب دوم او فلوک بتخیب به رفت آمد هواپیما یعنی جایی که هواپیما میره و میاد به اونجا به اون رفت آمد هواپیما میگن فلوک بتخیب این اشتباه ربطی به هواپیما و اینا نداره جواب آخرمون اوف زایتن وند این دقیق تر داره این معنی این تابلو رو داره به شما میگه به باد از کنار یا از بغل اینم درسته 645 و müssen sich bei diesem verkehrzeichen einstellen این باز همون تابلو و همون ساله هنگام دیدن این تابلو ترافیکی به چه چیزی باید توجه کنید جواب اول auf notwendige geschwindigkeitung به تنظیم سرعت ضروری یعنی تطبیق دادن سرعت ضروری هست. این درسته یعنی وقتی باد شدید باشه تطبیق دادن سرعت معنشینه که شما باید سرعت کمتر کنید. که احتمال خطر کمتر بشه برای همین بهش میگن تطبیق دادن سرعت auf به طرز رانندگی تغییر یافته ماشین یعنی ماشین دیگه معمولی راه نمیره اینم درسته وقتی باد بزنه دیگه ماشین تو معمولی راه نمیره هی به سمت مثلا اگه باد از راست بزنه شما به سمت چپ فشار داده میشید برای همین بهش میگن طرز رانندگی یا اون به قول گفتنی ففه شما کمی تغییر میکنه auf notwendiges gegenlenken به فرمان دادن در جهت خلاف ضروری یعنی ضروری هست که در جهت خلاف باد فرمان بدید این هم درسته 646 was müssen sie bei diesem verkehrszeichen beachten با دیدن این تابلو ترافیکی به چه چی چیزی باید توجه کنید خب این تابلو مربوط به زنجیره چرخ میشه دیگه رو عکسش هم تابلوه شنیکتن باید زنجیر چرخ استفاده کنیم درسته سولسیگه هست 50 کم ها حد اکثر سرعت مجاز 50 کیلومتر بر ساعت اینم درسته پس حواستون باشه وقتی زنجیر چرخ استفاده میکنید حد اکثر با سرعت 50 تا اجازه دارید رانندگی کنید کتن فت هم فوفت وسایل نقلیه که زنجیر چرخ دارن حق تقدم دارن خب این اشتباه ربطی نداره اصلا 647 Velches Verkehrszeichen bezieht sich auf die zulässige Gesamtmasse. کدام تابلوی ترافیکی مربوط به وزن کل مجاز میشه؟ اینو توجه کنید میشه این جواب دوم. شما این تابلو رو ببینید یه همچین تابلوی وقتی دیدید زیرش مثلا زده زیبم کما تی, تی برای تن هستش یعنی که این داره مربوط میشه به این سولسی که گزمت, گزمت به اون وزن کل مجازش 648 ولکس فرکس به اف دی کدام تابلوی ترافیکی مربوط به وزن خالص میشه یعنی وزن واقعی یا وزن اصلی ماشین این میشه شماره یکمون تابلوی شماره یک این تابلو مربوط به گزمت مثل میشه. یعنی وزن ماشین با بار و همه چیزش. و وقتی همچین تابلوی دیدی که داخلش فقط زده عددی زده مثلا 5.5 تون. اون میشه وزن خالصش. یعنی وزن ماشین بدون بارش. به با اون میگن تصحیحیه مثل. 649 فیلچه فر فارسویگه ایست دست اس بفارن اینا زو بشلده اتنه شتراسه فربودن. برای کدام وسایل نقلیه رانندگی در خیابانی با چنین تابلوی ترافیکی ممنوع است؟ جواب اول ففات سایگه دقن سول سیگه اکسلاست سوی تونن اوبش برای وسایل نقلیهی که وزن مجاز روی محور آنها از دو تون بیشتر است این اشتباهه؟ جواب دومون ففات سایگه دقن سول گزمت مسه 2 تونن نیت اوبرشریتت برای وسایل نقلیه ای که وزن کل مجازش از دو تن بیشتر نیست این هم اشتباهه جواب آخرمون ففاتزوگه درن تتزخلیه اکسلاست 2 تونن اوبرشریتت برای وسایل نقلیه ای که وزن خالص روی محورش از دو تن بیشتر هست این درسته شما همچین تابلویی که دیدید این به این میگن عکس که ما به فارسی بهش میگفتیم محور وقتی اینجا زده 2 تونن یعنی چی؟ یعنی که شما توی همچین خیابونی وسیله ای که وزن خالص روی محورش از دو تن بیشتر هست دیگه با اون وسیله اجازه رانندگی ندارید 650 وقف وایست دیزس فکست سایکن این تابلو ترافیکی به چه چیزی اشاره میکنه؟ جواب اول auf einen vorgeschriebenen Seitenabstand von 2 Metern zu anderen Fahrzeugen به فاصله تعیین شده دو متری از کنار دیگر وسایل نقلیه یعنی قانون میگه وقتی از کنار وسیله یا وسیله نقلیه عبور میکنید باید دو متر فاصله داشته باشید منظورش به این صورته که این اشتباهه اوف این ف بت فو فرسایگ دقن بغیت اینشلیصلی 2 وی متر ممنوعیت برای وسایلی که عرض آنها به همراه بارشون از دو متر بیشتر هست این درسته جواب آخرمون اوف عین فربن فن سوی متر بریت به جادهای با عرض دو متر یعنی جاده که عرضش دو متر هست این اشتباهه دوستان این تابلو رو که میزنن یعنی اینکه عرض جاده نسبتا کمه و شما مثلا با وسیله نقلیهتون اگه ارزش دو متر بیشتر باشه یا نزدیک به دومت متر باشه یا مثلا با بارتون ارزش از دو متر بیشتر بشه اجازه رانندگی نداره چون اونجا ممکنه مثلا به راننده هایی که سمت راستتون باشه یا سمت چپتون باشه اینجوری به قول گفتنی ممکنه تصادف کنید یا با اونو برخوردی داشته باشید 651 durch welche Fahrzeuge können bei Missachtung dieses Verkehrszeichens schwere Unfälle entstehen. در صورت نادیده گرفتن این تابلو ترافیکی توسط کدام وسایل نقلیه میتونه تصادفات شدیدی یا جدی اتفاق بیفته تابلو قبلیمون در مورد عرض بود برای همین این دوتا حالا میشه گفت فلش به سمت چپ و راست بود حالا این به بالا و پایین این داره ارتفاع رو میگه حالا ببینیم جواب چه صورت هم دوی mit folgenden Abmessungen einschließlich Ladung. لادونگ توسط وسایل نقلیه با ابعاد یا اندازه های زیر به همراه بار جواب اول لنگ 10 متر بریت 3,9 متر هو 3 متر طول 10 متر عرض 3.5 متر، ارتفاع سه متر این اشتباهه شما به این لنگه و بغیته کاری نداشته باشید چون این داره ارتفاع رو بهتون میگه شما باید به این توجه کنید هر دقای متر ولی خب شما اینجا سه ممیز هشت متر دارید جواب دوم لنگ اخت متر بغیت 2.5 کم فنف فیه متر طول هشت متر عرض دو متر ارتفاع چهار متر این درسته چون ارتفاعش چهار متر ماشینه ولی اینجا گفته اونجا نهایت ارتفاع باید سه و هشت باشه یعنی اونجا ممکنه پلی باشه مثلا پل آبر پیاده ای باشه یا پلی که از روش ماشینا دارن رد میشن و اون ارتفاع سطح زمین تا زیر اون پل حد اکثر مثلا 3.8 متر باید باشه ارتفاع ماشین ولی خب اینجا ماشینی که چهار متر باشه یعنی چی یعنی که به اون پل گیر میکنه و اونجا به قول گفتنی اون فل

خیلی دقت کنید چون بعض موقع اینو اگه نبینید صد درصد جواب اشتباه میزنید ترجمهش به این صورته با کدام وسایل نقلیه اجازه ندارید داخل خیابانی که به این شکل مشخص شده رانندگی کنید یعنی خیابانی که این تابلو رو داره جواب اول الکوی میدینه لنگ فون نوین میتن این لادونگ ماشین سنگین با طول 9 متر به همراه بار خب این اشتباه هم. اینجا ببینید زیرش قشنگ مترشو زده پیکوی وی مت وون انهنگه گزمت لنگ دست سوگست الف میده خودروی سواری به همراه کاروان طول کل وسیله نقلیه یازده متر این درسته یعنی چی؟ یازده متره و از این ده متری که مجاز هست بیشتر شده پس اجازه ندارید اینجا رانندگی کنید تراکتور Mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 Meter. Teroktur behamrohe Gori, tu le Kulle, was ilenagli da vos da mit Robinam Doros, inas da mit Pistarcho de Pas e Jose Ronandi ginadarit. Schässad pain Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? In Tabloe terofiki be cicis e schorimikone. Jobaval auf das Ende der Kraftfahrstraße. به پایان بزرگ راه این اشتباهه این تابلوی اتوبان هست و این قرمزی که میزنن پایان اون تابلو رو نشون میده auf eine vorübergehende sperrung der autobahn به انصداد موقت اتوبان یعنی اتوبان برای مدتی مسدود هست یا بسته هست این اشتباهه ربطی نداره جواب آخرمون auf das ende der autobahn به پایان اتوبان این درسته 654 وقف ویست دیزس Verkehrszeichen hin." هن این تابلو ترافیکی به چه چیزی اشاره میکنه جواب اول اوف دس Ende در کرافت فاشتراسه به پایان بزرگ را این درسته وقتی این تابلو رو دیدید عکس ماشینی هست و این قرمز کشیده یعنی کرافت فاشتراسه به پایان میرسه "Auf این Verbot für Kraftwagen." به یک ممنوعیت برای وسا... وسایل نقلی موتوردار که منظور تمام ماشین ها و موتورسیکلت هاست این اشتباهه auf das Ende der Autobahn به پایان اتوبان اینم اشتباهه 655 وقوف weisen solche Verkehrszeichen hin چنین تابلوهای ترافیکی به چه چی چیزی اشاره میکنن auf die Entfernung bis zur nächsten Tankstelle به فاصله تا پمپ بنزین بعدی یعنی به فاصله اشاره میکنه که مثلا پمپ بنزین بعدی چقدر مونده مثلا 48 متر یا 48 کیلومتر این اشتباهه auf die Nummer einer Europastraße به شماره خیابان اروپایی حالا من این اویغو پاشت اروپاستراسه رو دقیق نمیدونم چه جوری هستم و در کل اطلاع خاصی از این اروپاستراسه ندارم ولی این جوابم اشتباهه این تابلوها مربوط میشن به اتوبان ها پس حواستون باشه auf die Nummer eine Autobahn به شماره یک ای اتوبان این درسته این مثلا میگه اتوبان شماره اش 48 مثلا آلمان اتوبان عزیبن داره نمیدونم A1 داره اینا رو فکر میکن توی اخبارم زیاد شنیدید این میشه همون شماره ها تابلوی شماره اتوبان هست 656 وقف وایست

به فاصله یا مسافت خروجی تا دوسلدورف بنغرد یعنی این عدد میگه مثلا فاصله بین خروجی بین خروجی اتوبان تا داخل دوسلدورف 26 کیلومتر مثلا این اشتباه auf die autobahn ausfahrt nummer 26 به خروجی اتوبان شماره 26 این درسته اینجا هم قشنگ خروجی زده از اتوبان و بغلش 26 میزنه یعنی که این خروجی شمارش 26ه. از 26 ه auf die A26 به A26 این A26 میگن یعنی اتوبان شماره 26 برای همین اتوبان رو A میذارن و 26 حالا وقتی A7 از A26 یا از چون a 1 شنیدید یعنی منظورش عدد اتوبان رو میگه و این جواب اشتباهه چون یکی میتونه درست باشه این یعنی شماره اون خروجی هست 657 worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? این تابلو ترافیکی به چه چیزی اشاره میکنه؟ auf eine Bedarfsumleitung فدن den Autobahnverkehr. به یک مسیر انحرافی مورد نیاز برای ترافیک اتوبان یعنی یک مسیر انحرافی هست توی اتوبان که بعضی مواقع ممکنه لازم باشه از این مسیر استفاده کنید این درسته و این اویی که میزنه برای این میزنن که این حرف اول اوملایتون او رو میزارن و دو شماره هم که دو هست اوف دی بوندس 22 به جاده فدرال 22 این اشتباهه اوف اینه او بان استاسیون به یک ایستگاه مترو این اشتباه فقط یکی درسته. 658 واس گیلد نخ دیزم فرکرس زایچن بعد از دیدن این تابلوی ترافیکی چه چیزی معتبر هست اینو توجه کنید که موقع رانندگیتونم فوق العاده زیاد براتون پیش میاد این تابلوی زردی که میبینید و اینجا اسمی میزنه و به خصوص اینجا هم پایینش میزنه مثلا خیس این تابلوی داره میگه که شما داخل شهر میرسید یعنی قبلا مثلا بیرون توی جاده بیرون شهری بودید و این تابلو رو که میبینید یعنی که این به بعد دیگه میشه داخل شهر میشه گفت به آلمانی بهش میگن اینه اوت و اینجا حواستون باشه وقتی این تابلو رو میبینید دیگه باید سرعتتون رو بیارید, بیارید, روی پنجاه تا چون میشه داخل شهر حالا کار به اون نداریم جوابش ببینیم به اون چی گفته فخای وال مکیته فشت خیفن فعل فتسایگه انتخاب آزاد لاین های رانندگی برای تمام وسایل نقلیه یعنی تمام انواع وسایل نقلیه میتونن آزادان تصمیم بگیرن توی کدوم لاین رانندگی کنن این اشتباهه zulässige Höchstgeschwindigkeit هست 50 کم بالاترین سرعت مجاز 50 کیلومتر بر ساعت که بهتون گفتم چون میرسید داخل شهر این درسته فخای وال مکیت Fahrstreifen خیفن فکر bis 3,5 تن zulässige Gesamtmasse. انتخاب آزاد لاین های رانندگی برای وسایل نقلیه با وزن کل مجاز تا 3.5 تن این درسته یعنی وسایل ای که وزن کل مجازشون تا 3.5 تن هستن اینا اجازه دارن تصمیم بگیرن آزادانه که مثلا توی کدوم لاین جاده رانندگی کنن. از اون بیشتر باشه وزنشون اجازه ندارن 659 و گیلد nach diesem بعد از دیدن این تابلو ترافیکی چه چیزی معتبر هست؟ خب تابلومون همون تابلوی فقط جواب ها فرق کردن جواب اولمون ایوه هولن دوی هوپن سبقت گرفتن اجازه نیست با بوق زدن اعلام بشه یعنی وقتی میخواید سبقت بگیرید اجازه ندارید برای کسی بوق بزنید و اعلام کنید که میخواید سبقت بگیرید این درسته توی داخل شهر اجازه ندارید همینجور الکی هوپن کنید، بوق بزنید. فقط مواردی که موقعی که مثلا خطر باشه اجازه دارید. جواب دوم: Parkende PKW dürfen mit der Parkleuchte gesichert werden. خودروهای پارک شده اجازه دارن با چراغ پارک ایمن سازی بشن. این درسته؟ Bei Dunkelheit darf mit Standlicht گفارن werden. در هنگام تاریکی اجازه دارید با چراغ پارک رانندگی کنید این اشتباهه ببینید دوستان Standlicht و پارکلیشت که تو این جواب قبلی هست پارکلیشت و این Standlicht. اینا شبیه به هم هستن برای همین من هر دو رو چراغ پارک ترجمه کردم وقتی که توی تاریکی میخواید توی خیابون ماشینتون رو پارک کنید و اون خیابون چراغ نداره و خیلی تاریک هست شما باید چراغ های پارک ماشینتون رو روشن بذارید که وقتی اونجا کسی با ماشین موتور یا دوچرخه مثلا رد میشن بتونه ماشین شما رو ببینه که کنار جاده پارک شده اگه چراغ پارک رو روشن نذارید و یکی بیاد ماشین شما رو توی تاریکی نبینه و بزنه به ماشین شما در این صورت شما هم توی اون تصادف مقصر هستید حالا تفاوت این دو مدل چراغ چیه چراغای شتندلیخت برای خیابان های بیرون شهری هستن و وقتی روشن میکنید دو تا چراغ جلو و اون دو تا چراغ عقب روشن میشن و نور خیلی کمی دارن چراغ های پارک لوشته برای خیابان های داخل شهری هستن که وقتی روشن میکنید یه چراغ جلو و یه چراغ عقب که به سمت خیابان هستن روشن میشن و نور کمی دارن که میشن چراغ های سمت چپ ماشین و اینم بهتون بگم که در طول شب یعنی مثلا از ساعت 9 یا ده شب تا صبح مثلا شش یا هفت صبح که هوا کم کم روشن میشه وقتی یکی از این دو مدل چراغ رو روشن بذارید باتری ماشین خالی نمیشه ولی خب اگه فردا صبح مثلا زود بیدار نشید و چراغ رو خاموش نکنید فراموشش کنید مثلا نزدیک های ظهر یا اصل برید سراغ ماشینتون به احتمال زیاد باتری ماشین خالی شده پس حواستون به موضوع هم باشه ولی خب فعلا مهم اینه که این دو مدل چراغ رو خوب بشناسید و توی این سوال بدونید کدوم جواب درست و کدومش اشتباهه 660 وی دف هی مت فاتزوگن بس 2.8 تن زولسیگه گزامت ماسه گپاکت وردن در اینجا با وسیله نقلیه ای تا وزن کل مجاز دو ممیز 8 تن چگونه اجازه پارک کردن دارید توی تصویرم ببینید یه طرف ماشین روی این قسمت میشه پیاده رو یه طرف یه طرف ماشین رو پیاده رو و یه لاستیکش یه سمتش روی جاده هست و پی زده یعنی که پارک پی کوی انتشپخیشن اب خودروی سواری مطابق تصویر یعنی خودروی سواری دقیقا مثل این تصویر اجازه دارن پارک کنن که میشه یه طرف ماشین روی پیاده رو و یه طرف ماشین روی خیابان این درسته دقیقا همین رو روی تصویر زده و گفته طبق تصویر وون واگن کاروان مطابق تصویر این هم درسته یعنی این وون واگن هم به همین صورت اجازه پارک دارن کلین پیکوی او کویه سو فت رشتونگ خودروهای کوچک حتی به صورت ارزی یا به صورت اوریب مثلا توی این عکس رو ببینید این دوتا ماشین عقبی و جلوی درست پارک کردن خیلی معمولی و این ماشین کوچکه اومده به صورت اوریب یا به صورت ارزی پارک کرده که میشه به آلمانی ا کوئر اینجا هستش و این به صورت کوئر یعنی به صورت ارزی پارک کرده که این جواب آخریمون اشتباه هست شما این اجازه رو ندارید حتی با اینکه ماشینتون کوچیک هست و به صورت اوریب میتونید پارک کنید و اونجا خیلی هم مزاحم نیست ولی بازم اجازه ندارید ولی فکر میکنم توی بعضی از شهرها بعضی از های شهر یه استثنایی هست که اجازه دارن حالا من دقیق نمیدونم ولی شنیدم که میگن یه همچین استثنایی هست اجازه دارن چون شهرهای خیلی شلوغی هست و پارک پلاتس کم پیدا میشه ولی در کل ممنوع هستش 661 و غوف ویست دیزس فکست این تابلوی ترافیکی به چه چی چیزی اشاره میکنه؟ جواب اولمون اف این وسه به ایستگاه سوخت هیدروژنی حالا من خودم زیاد از سوخت هیدروژنی سر در نمیارم اونایی که شیمی زیاد خوندن درس خوندن شاید اطلاعاتی در موردش داشته باشن این درسته این تابلوی که حدس وای زده این برای تنک های وسشتوف هست یعنی سوخت های به های سوخت هیدروژنی جواب دوم اف این ایتگس به یک ایستگاه گاز طبیعی که توی ایران بهش گاز سی میگفتن این اشتباهه توی همچین تابلوی دیگه یه جواب میتونه درست باشه اوف این اوتو گاز تنکشتله به یک ایستگاه گاز مایه این هم اشتباهه 662 وقف وایست دیزز فکست سایکن هن این تابلوی ترافیکی به چه چی چیزی اشاره میکنه حالا این سی هست اوف این ایت تنکشتله به یک ایستگاه گاز طبیعی که همون به ایران بهش CNG این میگفتیم این درسته Auf ein Wasserstofftankstelle, weg ist geh suchte Hydrogenie, ist Woche. war auf ein Autogastankstelle, weg ist geh Gose Mohe, in einem 663. worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? In Tabloi Therapiki bezeichne sie schaue, wir können in Gose LPG has auf ein Erdgastankstelle, weg ist geh Gose Tabi, ist auf ein Autogastankstelle, به یک ایستگاه گاز مایه این درسته که پس اینجا میفهمیم که ال میشه گاز مایه اوف این واسه اشتوف تنکشتله به یک ایستگاه سوخت هیدروژنی اینم اشتباهه 664 وقف واسه دیزیز فکس سایکن هن این تابلوی ترافیکی به چه چی چیزی اشاره میکنه؟ حالا اینو توجه کنید اوف اکسپلوزیونز گفه اینه تنکشتل دوی الکترو گریته به خطر انفجار در پمپ بنزین توسط وسایل برقی خب این اشتباه ربطی به اکسپلوزیون و انفجار نداره این تابلو هستن اوف این لارشتاتسیون فیر الکترو فاتسویه به یک ایستگاه شارژ برای وسایل نقلیه الکتریکی یا همون برقی خب این توی تصویر قشنگ پیداست میبینید که مثل شبیه به همون تنکشتال و این سیم برق پس فهمیده میشه چیه میشه فهمید چیه این درسته برای شارژ اون وسایل نقلیه برقی auf die möglichkeit zum aufladen von mobil به امکان شارژ کردن تلفن های همراه یعنی اینجا میتونید گوشیتون رو شارژ کنید خب این اشتباه دیگه تابلو دیگه 665، وقعا ویست دیزه فکرص چیز هن؟ این هم توی اوتوبان خیلی میبینید. P به اضافه R. ترجمهش به این صورته. این تابلویه ترافیکی به چه چیزی اشاره میکنه؟ جواب اولمون، اف این فردسویک فلیه مت رپقاتور داخل پرانتز نوشته. پنن سرویس پلوس رپقاتور به اجاره وسیل نقلیه با تعمیرگاه. سرویس خرابی به اضافه تعمیرات یعنی اینجا ماشین اجاره میدن و تعمیرگاه هم هست که مربوط به تعمیرات مربوط به تعمیرات و سرویس میشه خب این اشتباه ربطی نداره auf einen parkplatz mit anschluss an öffentliche verkehrsmittel in klammer parken plus reisen به پارکینگ با اتصال به حمل و نقل عمومی پارکینگ به اضافه سفر یعنی اینجا پارکینگی هست که به حمل و نقل عمومی راه داره این درسته این پی برای پارکن هست و ال برای غایزن وقتی شما اینو توی اوتوبا میبینی یعنی اونجا پارک پلاتی هست که میتونید برای مدت کوتاهی مثلا توقف میکنید استراحت میکنید یا هر کاری و اون نزدیک دوروبر این افنتلیش فکز هست یعنی اون حمل و نقل عمومی مثلا چه میدونم اوبان شاید باشه یا ایستگاه های باشه Auf eine Tankstelle mit Waschanlage pflegen plus reinigen. Bepumpe Benzin, was Systeme schützt du schon. be so ne In parken und reisen. Chopsale. Ocharimun. Schicksal. Schastu. Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn. Welche Information gibt Ihnen dafür der Pfeil. ام لایت فاستن این لایت فاستن هست قبلا هم فکر میکنم این سوال داشتیم و بهتون گفتم این چیه شما در اتوبان به کمک نیاز دارید فلش روی مسیر نما چه اطلاعی در این مورد به شما میده این لایت فاستن رو که ایران بهش میگفتن مسیر نما اینو کنار جاده سمت راست جاده همیشه میبینید با فاصله های داخل شهر فکر میکنم با فاصله های 25 متر یا 30 متر از همدیگه اینا رو میذارن توی اتوبان با فاصله 50 متر میذارن و روی هر کدوم این فایل مشکی رنگو گذاشته یا به سمت راسته یا به سمت چپه حالا گفته این فلش روی مسیر چه اطلاعاتی به شما میده وقتی به کمک نیاز دارید جواب اول نکسته پاک پلاتس این فایل رختونگ فایل رختونگ میشه به این سمت پارکینگ بعدی در جهت فلش اشتباهه ربطی به پارکینگ نداره نکسته نوتروف زویل این فایل رختون تماس استراری بعدی در جهت فلش این درسته این فلش میگه که شما مثلا اگه به این سمت برید به اون نوتروف زویل زودتر میرسید اگه به این سمت برید دیرتر میرسید فاصلش بیشتره نکست اوسفات این فایل رختون خروج بعدی در جهت فلش این هم اشتباهه فقط این نوتروف این مربوط به چیزای استراری هست مثلا نوت افزایلن خو... خب این از ترجمه سوالات مربوط به فکست سایکن امیدوارم از ترجمه راضی باشید همه متوجه شده باشید اگر کمک نیازی داشتید اگر سوالی داشتید حتما میتونید کامنت بذارید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار